میگه اگر یک کسی مواظب خود و خانوادش نباشه، سه تا نکته از توش در میاد. یک، در ایمانش جای بفرمایید تردیده. دو، در تقوایش جای تردیده. سه، گرفتار جهنم خواهد شد. تازه کجای جهنم؟ تری جهنم. خب محور هایی چیه؟ مواظب خودت باش، مواظب خانواده باش. سوال، اول مواظب خود یا اول مواظب خانواده؟ اول مواظب خود یا اول مواظب خانواده؟ با دستاتون به من اشاره کنید. با دستاتون به من اشاره کنید. به من اشاره کنید. لطفاً با هم اشاره کنید. اشاره کنید. اشاره کنید. یه جور اشاره کنید. هر چی گرفتاری دارید تو زندگی زیر سر منه. خوبه؟ اینجوری اشاره کنید. مثلا گرونی، تورم، تحریم، برجام، پسا برجام، هر چی باشه اینجوری اشاره کنید. صورت عادیش این میشه. مثلا یک کسی به همسرش میگه هر چی میکشم زیر سر باباته، زیر سر مامانته، اونا پرت میکنن، هر چی میکشم زیر سر آبجیته، رفتی آمدی پرت کرد، این میشه. خب حالا یک کار دیگه کنید. لطفا این بار انگشتر رو بیدید این شکلی سمت خود بیارید. کدومش بیشتر مزه میداد؟ این بری یا این بری؟ این بری خیلی مزه میده. هر چی میکشم زیر سر مامانته، زیر سر آبجیته. اصلا تو این آبجیت هست یا آب خوش از گلوی ما پایین؟ حالا میریم سمت خودمون. نه، منم یه ذره مشکل دارم، منم غرور دارم، منم لجباز هستم، منم ایراد دارم، منم بدبین هستم، خدای نکرده منم خسیس هستم، راستش منم زودی از کوره در میرم، منم آستانه رنجشم پایینه، همچنان کدوم خیلی مزه میده؟ این. اما اینکه بگردی اشکال تو وجود خودت پیدا بکنی، یه قصه بگم از اون قصه هست. خیلی به خاطر بسونی. چند وقتی پیشتر یا آقای برگشت به این گفت که آقای صدر رو دارم دق میکنم، دارم سکته میکنم. گفتم از دست کی؟ گفت از دست خانومم. گفتم خانومت چشه؟ گفت خانومم نماز نمیخونه. گفتم تشویق کن بخونه. گفت همه کاری کردن. گفتم نماز میخونی پاداشش چنین رو چنان، نخونی مجازاتش چنین رو چنان. نماز بخون تا مدیریت زمان داشته باشی، تا شادبی نشاط داشته باشی. گفتم این کارا رو کردی؟ خانم نماز خوند؟ گفت نه نخوند. گفتم حرف خانم چیه؟ چی میگه؟ گفت هیچی. به میگه تو بخون تا منم بخون. گرفتید نکته شو؟ این تشویق داشت؟ تشویق داشت؟ ها؟ این داشت؟ باری کرده. خوب گرفتید نکته چی شد؟ آره؟ خب باریکالله. حالا معلوم شد چرا آیه میگه از کی شروع کن؟